هی چطوری؟ دارم با آب مرغ سوپ درست میکنم، یعنی همینجوری یه کوچولو چیزتو نشون بدم. چرا زوم نمیشی؟ از این گوشی بدم میاد. بعد از تلاشای فراوان تونستم زومش کنم که تأثیر آنچنانی هم توی کیفیتش نداشت. رشته ندارم، دارم از ماکارونی استفاده میکنم، خیلی کوچولو کوچولو میکنم میرزم توش. آشپزی با مرداد، اسم این ویدیو رو بذارم آشپزی با مرداد. دلم میخواد برم یه کافه بشینم درس بخونم، ولی نمیدونم، از اون طرف خیلی اینجوریم، خستم. مشخصه که داشتم ورزش میکردم، خب خسته شدم. با کی دعوا دارم الان؟ خستم ولی شدیداً دلم میخواد برم یه کافه بشینم درس بخونم، چون دیگه نمیتونم توی خونه باشم. الان 3 روز داره میشه که فقط تو خونه بودم، رسماً فقط توی خونه. بیوتیفول. خیلی سوپای این مدلی رو دوست دارم، منو قشنگ یاد بچگیام میندازه. مامانم که میرفت مغازه یه کوچولو آب مرغ میذاش، بعد من باهاش سوپ درست میکردم، توش ذرت میریختم، توش رب گوجه میریختم با یه ذره چیز، یعنی یه ذره که کلا همش میشد رشته، یعنی هیچی جز رشته توش نبود، رشته رو. ولی خیلی خوشمزه، خیلی حال میداد، تا مامانم بیاد همشو میخوردم، واقعا خوب بود. آب جوش هم گذاشتم که دارم میرم کافه یه دمنوش درست کنم همراه خودم ببرم. What the fuck is that? 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 یعنی قشنگ مزه بچگیام بوده. وای قشنگ خود بچگیامه، اصلا نمیدونم چه جوری بگم، خیلی خوبه. یعنی شما میتونید درست کنید، واقعا هیچی نداره، خونه هممون هست، به حد یه ربع آماده میشه، اصلا خیلی خیلی ساده است. تصمیم گرفتم برم کافه بذارم کنار تنبلی رو دیگه ها، هم بیرون رو میبینم، هم فضایی که داره کافش واقعا خداست، کلن 10 متر هم شاید نشه ولی واقعا خوبه. خیلی دوستش دارم کافه رو. با دوچرخه برم، هم یه ورزشی میشه دوباره. و جالب میدونین چیه؟ هم یه ساعت پیش نهار خوردم. چجوری انقدر گشنم شد؟ بس دیگه غذا خوردن جلو دوربین یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا. یه ویدیویی میخوام بذارم براتون که دیروز پیروز گرفتمش، ولی مشکلی ولی خب مشکلی که داره اینه که اون موقع موهام فر بود و الان موهام صافه. پس تغییر قیافه یهویی منو بپذیرید. چیزی که میخوام راجبش صحبت کنم انقدر دارک نیست که فضا انقدر دارک شده. راستش همیشه دوست داشتم انقدر نور کم و فلان و اینا بعد داخلش صحبت کنم. میخوام راجب این مسئله صحبت کنم که خیلی واسم جالب بود، همین امروز تازه متوجه شدم، فکر کنم امروز هم خبرش پیچید. اگر این ویدیو رو فکر کنم ببینین میشه دیروز. مثل اینکه پدر بوراک همون آشپزه است که کلی غذای مختلف درست میکرد، انقدر هر کدوم بعد توی تنورای گنده گنده درست میکرد، کلی شعبه رستوران داشت، واقعا آشپز باحالیه، من خودم با ویدیوهاش خیلی حال میکنم. اینجوری بود که کلن میخندید اینجوری بعد مثلا غذا درست میکرد و فلان اینا، بعد مثلا تفت میداد یه چیزی و همش اینجوری داشت میخندید بهت نگاه میکرد، خیلی دارک بود ولی دوستش دارم. امروز مثلا اینکه خبرش پیچید که باباش اسم برند رستوران بوراکو فروخته و تمام شعبه های رستوران بوراک هم فروخته. چطوری؟ مگه میشه به همین سادگی همینجوری پدرش بره مثلا همینجوری به همین سادگی شعبه های رستوران اینو بفروشه، بعد هیچی پول به خودش نرسه، بعد نمیدونم. بوراک بعد اینکه فهمید رفت کل ماشینای لوکسی که داشت و فروخت، یه شعبه توی یه مرکز خرید زد. البته نمیتونه چیز دیگه ای هم بوده باشه، یعنی اگر برای چی باید دروغ بگه؟ چرا باید پدر خودشو بد کنه؟ یکی توی یکی از این کامنت ها که خونده بودم گفته بود که ممکنه دست به دست کرده باشن و فلان اینا،
بعد اینا رو چون همه میشناسنشون، مثلا طرف اومده باشه اینو گفته باشه برای اینکه بخواد یک شعبه دیگه باز بکنه و اصلا make sense نمیکنه. میگه که با هم دیگه شاید چیز بودن، هم دست بودن، بعد باباش رفته فروخته، بعد کلی پول توی حسابشون دارن، بعد میخوان یه چیز باز کنن، یه شعبه جدید باز کنن، بعد میخواستن اتنشن بگیرن، بعد بیخیال واقعا بوراک پخ میکرد اتنشن رو داشت، برای چی باید همچین کاری بکنه؟ چرا باید پدر خودش رو بد کنه؟ اونم در این حد، اونم با همچین ویدیویی تو پیجش. اگه ندیدین بریم ویدیوشو ببینین. اینجوری نشسته یه جا غمگینه، بعد نمیدونم ویدیو یا عکسه، تو کپشنش هم نوشته که به هیچ کس اعتماد نکنید. خب چرا باید پدرشو بد کنه؟ چقدر حرف زدم، همینجوری اومده بود تو ذهنم، گفتم که بهتون بگم خبر دست اول بهتون.